در 6 ماه اول امسال بیش از 80500 زن از مهاجرت مهنتی از روسیه به تاجیکستان برگشتند. شماره زنانی بازگشته از مهاجرت نظر به همین دوره سال گذشته 16500 تن زیاد بوده است. اما گفته نمی شود چه شماره از آنها اخراج شدند و چه قدرشان با خواهش خود بازگشتند. مقامات اگنتی مراجعه کردن با قید گرفته شدند 39281 زن از جمله مقام بیکاری داده شد با 16998 زن و با جای کاری دائمی تامین گردیدند 19823 زن که نسبت به 6 ماهه سال گذشته 1007 نفر زیاد با کار تامین گردیدند. با قول نمایندگان این کمیته زنان بازگشته از مهاجرت را در بخش های گوناگون از قبیل دوزندگی، پزندگی، در دکان و کارخانه های قنادی به کار جلب نموده قریب 10000 زن دیگر به آموزش کسب فرا گرفته شدند. آگاهان امور مهاجرت مهنتی زنان را یک پدیده نگران کننده می نامند. اساسا فرزندان را مادران تربیه می کنند. وقتی که مادر می رود و ایره به مثال ممکن بیبیش میموند یا به اون خوهرش میموند و اون کودک ها اونقدر گوش نمی کنند اونها را و اونها یا نه اونقدر از اقیبی تربیه این کودک ها میشن. البته در کوچه میگردن، مکتب نمیرن، دوزی میکنن یا اینان این یکان جنایت صادر میکنن. خانم بابو نظروا میگوید دولت به زنهای بازگشته از مهاجرت باید قرضهای بیفایز دهد تا توانند تجارت خرد را برا مانده روزگارشان را تامین نمایند. یعنی حالتهایی که در فدراسیه روسیه امروز کمتر قانون گذاریشان و دیگر مسئله هایی که امروز هستند آنها مراجعه میکنند. رئیس کمیته کار با زنان تصدیق کرد که افزایش بازگشت مهاجر زنان با زیاد شدن تفتیش های مقامات روسیه نسبت مهاجران رب دارد. بارها در نوارها دیده شد که پلیس روسیه به زنها نیز با تحقیر مناسبت میکند. از آخرای ماه مارس گرفته رید و بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک از روسیه به مراتب افزود. گمانبری حمله به تالار کروکس دانسته شدن زادگان تاجیکستان صدها هزار مهاجر را در وضع ناگوار قرار داد. هرچند شرکت تاجیکان در این حمله صحنه سازی نامیده می شود و تا حال دلیل های ردناپذیر پیش نیاد نشدند، مناسبت به تاجیکان در روسیه به صورت عموم تغییر کرده است. تنها از فرودگاه های روسیه در این مدت 3400 شهروند تاجیکستان عقیب فرستاده شد و چندی از آنها گفتند گناه یا کمبودی نداشتند.